רבותיי, ברוכים הבאים בשם השם. תנקי, תעשו עליה את הכל נרסי. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, לכל עם שעקו, נהיו דורו. אמן. אמרוז מה, בפסה בסייר ג'ו, אלי בידי אמר ג'ווה, משיח טיים זם הס. מה, כג'רסים פרשת שופטים. Probably this is the oldest weekly shiur in town, ברוך השם, almost 30 years. פרשת שופטים הסימה, פרשת שופטים, יוד תת, נוזדה, שופטים הסים, יוד תת, אחרי נג'ותי דרן יהיה, אחרי בייקרן דרן בזרן, בויד בייקרן דרן, חוב, פס, פרשת שופטים, יוד תת, יוד תת שורו מקונים, אז פסוק חט. אז פסוק השתום, רג'וב ילתון אין שערהי פנועדגי סובת מקונים. אם ירחב אדוני ילוקח. אם ירחיב. ירחיב. כי המג'ק ירשוד יכול להיות ויגונים ביטוקים אוסיבות משיח טיימס. ואם ירחיב השם אלוקח את גבולך כאשר נשמע לעבודך. יעני אגר הקדוש ברוך הוא ווסעת בדהד. حدود و سغور تو را کشر نشبع لعبوتخ همونطور که به اجداد تو قسم خورده و نتن لخا ات کل هارت و به تو بده تمام زمینی که اشر دیبر را لعبوتخ هم رایت که بده چی؟ که بده به اجداد تو که تیشمار ات کل همیتوه هزوت لعصوتا وقتی که تو انجام بدی نگهداری بکنی تمام میتوهی که خداوند تو دستور داد که به سلام اجرا بکنی اشر انوخی متصوخ هیوم و تو را رو چی تکیه میکنه؟ لأهوایت هشم الوکیخا لأهوان که خداوند دوست داشته باشی که عاشق هشم باشی و للخت بدراخاو کل ایامین که در راه های او گام برداری تمام ایام و یا سفت لخا اد شلوش اریم شلوش ایلم یادتونی که مشرف رو داریم یه مشرف رو خودش اون طرف رود اردن سه تا چیز را به سه تا شهر را جدا کرده بود بعد میگه که اگه شما برین تو ارض اسرائیل خداوند رو با عشق عبادت بکنین اون وقت و یا سفت لخا اضافه کن برای خودت یا سفت منشان لحسیف اضافه کردن سه تا شهر اد شلوش آریم علا شلوش آیله سه تا شهر دیگه روی این سه تا شهر را و تورا می فرماید ولو ما اینجا ولوی شافخ دم ناقی به خیر ورسخ و که ریخته نشود خون مبرا دم ناقی به غیر ورسخ در میان کشور تو اشر هشم الوکی خان و تن لخا نخلا که خداوند به تو به سهمیه میده و هایا لخا دامیم که این خون گردن تو نباشه واسه این چکار بکنی شهرهای پنندگی ها به سلا را بنداز این یکی از میتوهای توراس و رشید میفرماید که ویا سفت لخا اد شلوش هره تشا یعنی رو هم رفته بشه نه تا شلوش شو به عبر هیردن سه تاش به عبر هیردن عبر هیردن یعنی اون طرف رود اردن یعنی جایی که الان اردن به عبر هیردن که میگه مثلا الان جایی که اردن هاشمی هست اونجا اونجا قسمت بود که مشربنو تسخیر کرد رد مشربنو تا اونجا آمد دیگه تا رود اردن مشربنو اومد و اون قسمتی که یادتونه تسخیر کرد اون دو تا سبت و نیم روون گاد و خطیم نشی اینا خواستن که اونجا به صدا سکنا بکنن و خودش هم مشربن و سه تا شهر اونجا دزیگنیت کرد آره میقیبت و بعدش رشیم بعد سه تا دیگه هم وقتی که اون طرف یهوشوع شروع میبره اونجا بنا بکنید دزیگنیت بکنید سه تا شهر بعد رشیم میگه و گیمل لاتید لاو و میگه سه تا شهر دیگه هم لاتید لاو در دوران مشیخ رشیم میگه که چی؟ سه تا دیگه لاتید لاو لاتید لاو در زمان مشیخ و البته اینجا رایت
اینجا صحبت راجع به این پاسخ‌ها بسیار است، چون اینجا we go into a discussion about the character to Torah. حرف از مشیح، یعنی رشی میشه، رشی میگه clearly وقتی میگه که اینجا تو تورا گفته که ردوی یا سفتال خواهد که اضافه خواهی کرد، رشی میگه که منظورش کیه؟ در زمان لعاتید لاوو که میگن در آتیه coming، منظورش وقتی یه مشیح میاده. یعنی طبق رشی سه تا مشیح ربنو دیزیگنیت کرد، سه تا وقتی یهوشوع چیز کرد و بقیهش سه تا دیگه وقتی مشیح بیاده. در حقیقت ما گفتیم چیزی بود که یعنی 48 تا، یعنی دورانی بود که یعنی چون قاتلان زیاد شده بود 48 تا شهر که متعلق به لبین بود، همه اینها آریم اغلاط بود، هر جا که لبین بودن آریم اغلاط بود. ولی این ستایی که اینجا رشی میگه و یا سفته بخواد در زمان دوران مشیخ، so this is really this creates a lot of میدونین talk and controversy. Right. اولا ببینین رمبان میفرماید که پس رشیه دیدیم، رشیه میگه گیمل اتید لاوا منظورش دوران مشیخ. رمبان میفرماید به آره میکلات هو امریم یکی و شما لکه خدیو لخا و معلم لا های دوار زه و لو تیوه قدوش برخول توهو. Right. سو رشیه میگه، رمبان میگه که ببین، میگه این هیچ وقت اتفاق نیفتاد، این سه تا شهر آخری. رمبان میگه از اینجا میبینیم کلیل این که داره میگه که خواهد بود وقتی مشیخ بیاده. و یعنی اینجا رمبان داره میگه که شیش کن رعایال ملخ مشیخ. رمبان میگه که ایون دو مثلا تو تورا میدونین سریحن خیلی چه هست که تو تورا جور سریحن صحبت نکرده، علما با تخیتمتین با آمدن مشیخ که اینا جزء 13 اصل ایمان ما هست، هیچ کدوم از اینا میدونین سریحن تو تورا نیومده. چرا نیومده؟ خیلی علتش میدونین روشنه که میگن چون حقادش بخونه میخواد وعده سرخرمن بده. خدا من میخواد بگه که زندگی که آدم با تورا و امید صوت میکنه الانشو خوب میکنه، فقط به این نباش که بعدن خوب خواهد شد، الانتا حقادش برو خوب میگه ببین و خی باهم، خی باهم you're gonna have you know. واسه این تورا راجب این چیز مهمترین چیز هست، اینا اعتقاد بینی به مادن مشیخ، اعتقاد به تخیت متین که رستاخیز علام حبا، اینا همش اساس و رکن یهودیته. ولی هیچ کدوم از اینا رو صریحا تو تورا نگفته، به خاطر اینکه گفتیم حقا باشه بخواه میگه الانتا، فقط فکر فردا نباش، الانت a Torah life right would give you a happy life, a content life. ولی illusion یعنی که میدونی رمز بده به اینا فراوونه، فراوون هم راجب علماء بام، هم راجب مادر مشیخ و هم راجب ختم تیم، رمز توش زیاده. از جمله رمبام میفرماید اینجا وقتی میگه که لاتید لاوو راجب آره میقلات، منظورش دوران مشیخ و اخرخش کن رایل ملخ مشیخ و این کتاب مفراش بیر خود رو تسیخ بیمه ملخ مشیخ موسیفین شلوش اخروت ال الو. که اینجا که رمبام جای دیگه تو حلقهاش میگه که در زمان مشیخ you're gonna add سه تا شهر اضافه میکنن به این شیش تا شهر شنمر و یسف تلخواه و چلو شریم و ایخان موسیفین ات اوتان باره حقیقی و قدمان میگه کجا هم باید اضافه بکنن. حالا اینجا این میدونین تمام این صحبت که پس تورا کلیرلی اینجا راجع این صحبت میکنه که وقتی مشیخ بیاد یو گون اد سه تا شهر دیگه اضافه میشه برای مخلات. چه رشی رمبام همه عقیده دارن که اینا تورا عیسی که بعد دوران مشیخ. و سوالی که اینجا مطرح میشه خیلی روشنه، میفرماین اخی تا خن شکر رتسیخا، یعنی وقتی که مشیخ بیاد هنوز قتل تو دنیا خواهد بود. اگه میگه آره مغلات شهرهای پناهندگی، یعنی داره میگه وقتی مشیخ هم بیاد قط صورت میگیره. اخی تخن شیغره رتسیخا بیمونتا مشیخ. حالا اینجا ما دو تا میدونیم، باید بدونیم اصولا ما دو تا سناریو، دو تا عقیده مختلف داریم که اومدن مشیخ right, what's gonna happen، چی خواهد شد وقتی مشیخ میاد. این دو تا چیز اساسیه، یه مخلوقت اساسیه.
علی با دمان ده آمد ده این بن هاولام از این متماشیخ یک عقیده هست و رمبام طبق این عقیده پسکر میکنن. هر دوتا عقیده چی اومده؟ تو گمارا اومده. یه میگی ما مشیخ رو میخوایم بیای مشیخ بیاد مشیخ بیاد بیاد مشیخ ناو What's gonna happen وقتی مشیخ میاد؟ دنیا به چه طریقی خواهد؟ یک عقیده هست که رمبام طبق این عقیده پسکین میکنه که میگه که چی؟ میگه که این بین هاولام هزه لیموت مشیخ الا شیبون ملخویوت لبد. یه عقیده هست میگه این مشیخ هم بیاد بدون هنوز دنیا همین طریقی که میبینی خواهد بود. همین طریق All what you see is gonna be there. هنوز با مادر زنت مسئله خواهی داشت، هنوز با این با اون تکس باید بدی، پلیس هست، IRS هست، همه چی، everything is all علام که منهاگو نوهگ مرگومی رام هست. بله همه چی طبق معمول هست، منتها تنها فرقی که هست شیبود ملخویتی که ما دیگه اسرائیل is gonna be totally independent، استقلال کامل. ما زیر ترس نمیدونم چه میدونم خامنه ای و نمیدونم چی و امریکا و یو نمید. اسرائیل شیبود ملخویت. الان اسرائیل نمیتونه آب بخوره بدون اجازه امریکا بسیکلی. از اینجا ترس داره، من باید اینجا حمله میکنم. حالا ببینین، حالا باروخش هم توی این دوره هست که ما کشور داریم از خودمون. این already you could see we are getting there. ولی for thousands of years اسرائیل با این چیز که مشیخ هم بیاد فکر نکن دنیا عوض میشه. نه، یه عقیده هست که میگه که علام که منهاگو نوهگ، یتراره خواهیم داشت، رایت، مریضی خواهد بود، مرگ و میر خواهد بود، همه اینا خواهد بود، رایت. تنها فرقی که خواهد بود چیه؟ که دلیجنو شیبود ملخویوت. شیبود چیه؟ to be enslaved، که ما تحت قیمومیت چی میگن؟ چیز ملل دیگه نخواهیم بود. اسرائیل یعنی همه دنیا وقتی مشیخ بیاد رایت قبول میکنن همه بایوم همه بیرشه میخواد و شما بخواد همه قبول میکنن رسالت قوم یهودا و جدن تصمیم ملخ مشیخ میشن. ملخ مشیخ یعنی چیز همه دنیا میشه. البته مذاهب دیگه هم اینو از ما چیز کردن دیگه که what is gonna be حالا they call it the second you know first coming که به عزاشون نشون که هیچ همین چیزی نبود. حالا میگن oh it's gonna be second coming. وقتی second coming بیاد دو مرتبه برگرده اون وقت درست میشه. میکنم اسلام که به اسلام هم عقیده دارم به امام مهدی right. و این همهش چیز از اسرائیل گرفتن که right که این دنیا اینجوری نخواهد موند. ولی حالا چجوری عوض میشه؟ یک عقیده است که علام که منهاگو نوهگ. بله بله ما مهندس داریم اینجا از جان سو میگن که چی؟ علام که منهاگو نوهگ نوهگ وقتی مشیخ هم بیاد فقط شبود مخ برای من آتیش آفیر سو طبق این عقیده یس ارمیکرات هم لازمه شو نو پرابلم رایت طبق این عقیده ای که علام که منهاگو نوهگ سو دن obviously قتل هم خواهد بود، قتل غیر هم، پس بنابراین این ارمیکرات رو لازم داریم. همچنین رمبام طبق این عقیده، خیلی مهمه، رمبام طبق این عقیده پسکین میکنه. رمبام اینه لحلاخا میگه. میگه بدون مشیخ که بیاد، علام که منهاگو نوهگ. دون اکسپکت که همه مسائل وقتی مشیخ بیاد حل خواهد شد. هنوز یه یتراره هست، هنوز تمام چلنج ها هست، تنها چیزی که هست دیگه ما ترس از چی تحت قیمومیت ملل دیگه نخواهیم بود. شروعی باطل دوباره میگه شروع اول. ولی یه عقیده دیگه داریم، یه عقیده دیگه هست که کاملا با این عقیده متغایره. الا لمن دامر بکل نویم رو نیتنا به اولا لیموت مشیخ. یه عقیده میگه نه، میگه ببین این تمام ناوی هایی که نبوت کردن واسه ایمه مشیخه. علی بی اون میگه که یعنی وقتی چون ناویا چی میگه تو همین که شروع بود صحبت کردیم جون چیز سازمان ملل قشنگ چیز کرده رایت جلوی اونجا ببین الان تو نیویورک جلوی ساختمان سازمان ملل نه تو کلاس تعلیم خانم‌ها رو جلوی صحبت میکردیم اونجا این پاسخ یشعیاهو نوشتن این مزمار 102
تهیلیم it's unbelievable. Mama she's talking about nowadays. Right, که جوری همه ملل دنیا چیز میکنن با هم دیگه جمع میشن قبل از که مشیخ بیاد. اونجا چی نوشته جلوی چیز سازمان ملل؟ این پاسخ از یشعیا که وقتی مشیخ بیاد و هیام اینو که گرگ و نمیدونم گوسفند با هم دیگه صلح خواهند کرد، دیگه اصلا جنگ وجود نداره. چی خواهد شد؟ تمام آلات جنگی تبدیل خواهد شد به آلات کشاورزی. That's what it says. و هیا ایتیم لمزمروت، ایتیم لمزمروت چیکار میکنن؟ یعنی چیزا، همه چیزای همه ساز و برگ‌های جنگی که از فلزه همش آلات کشاورزی، دیگه جنگ نخواهد بود. Right. جنگ طبق اون عقیده، این عقیده با عقیده فرق میکنه. عقیده اولی گفت چی؟ مشیخ بیاد فقط ما دیگه تحت قیمومیت هیچ رژیمی نیستیم. اسرائیل کاملا مستقل خواهد بود، هیچ تهدیدی هم بهش نخواهد، ولی باز جنگ خواهد بود، چونگه هم خواهد بود. این عقیده میگه نه، این عقیده میگه وقتی مشیخ بیاد it's a big revolution که داره میگه که چی؟ میگه تمام این نبوت هایی که ناوی های ما از جمله یشعیا که پاسخش رو جلوی سازمان ملل زدن، اون راجب مشیخ، اونه وقتی مشیخ میاد که دیگه هیچ جنگ. واسه همینه ما میگیم که همه این مشیخ هایی که تالا هر کی بوده دروغی بوده، مشیخ هیچ وقت نیومده. رای ما میگیم هر کسی که ادعا به مشیخ کرده همش دروغه، وجود نداشته. چون اگه مشیخ اومده بود هنوز جنگ و کشت و کشت همه جای دنیا هست. رای سو طبق اون، این طبق عقیده، طبق عقیده اول میتونه مشیخ بیاد هنوز جنگ و اینا هم هست، فقط ما اسرائیل ها اونم نشده. ما اسرائیل هم هیچ آزادی نداشتیم. ولی متوجه میخوام اینو کاملا متوجه، این چیز خیلی اساسیه، این امونا به اومدن مشیخ که 13 اصل ایمانه. سو what do we believe؟ you know, ما الان چیزی که طبق رمبان ما میریم که میگیم که اگه مشیخ بیاد don't expect who knows. right. وقتی مشیخ بیاد علام که من هاگو نهگ، دنیا سه رادی خودش رو طی میکنه. منتها ما الان نزدیکی جدن نمیکنیم. it's very you could see الان جدن با الان الان اکثر اسرائیل ها جمع شدن تو ارض اسرائیل. right. الان جدن با روخش اسرائیل قدرت داره فلان داره، هنوز مسئله زیاد داریم. سو مشیخ که بیاد دیگه مسئله نخواهد بود، دیگه تروریست ها رو اینا نخواهیم داشت، از این سایت رو هم آوت سایت، تمام تحلیل هایی که رو ما هست. ولی این عقیده کاملا متقایره با عقیده که میگه که تمام نبوت هایی که ناویا کردن واسه مشیخ. بقیه میگن نه، یا رمبان میگه که وقتی یهوشوع، وقتی یشعیا میگه جنگ نخواهد بود، این واسه مشیخ نیست، این قبل از چیز علما باس، یعنی دیگه آخر، قبل از اینکه علما با شروع شه سال 6000. طبق رمبان مشیخ میتونه فردا بیاد. مشیخ هم بیاد یعنی چی؟ دیگه اسرائیل استقل مستقله، شیبود ملخویوت نیست. ولی علام که من هاگو نوهگ مرگ و میر خواهیم داشت، مرید همه چیز دیگه وجود داره تا سال 6000. سال 6000 دیگه that's the end، این دنیا تموم شد، علما با شروع میشه. اون وقته که دیگه جنگ نیست و نمیدونم این چیزایی که جلوی سازمان ملل نوشته. 5 سال دیگه. چی شد؟ ایشون تایید کرد. سال 6. چی گفته؟ چی گفته؟ 5 سال. نه، ببین اگه طبق این دید. ما الان 5770 و 6 هستیم، 224 سال دیگه. ولی مشیخ میتونه فردا بیاد. مشیخ میتونه فردا بیاد and it's beautiful. مشیخ بیاد دیگه ما دیگه این چیز نداریم، شبود ملکوت نداریم. right. so کدامیان به شبات علی بده میگه چی؟ طبق اون عقیده که نمسه، که عقیده که رمبان پسکل میکنه، شبتلیم کل کله زین لموت مشیخ، که وقتی مشیخ بیاد طبق اون عقیده دوم دیگه اصلا اسلحه‌ای وجود نداره. این موشکای بالیستیک ایران درست کرده همش رو ذوب میکنن و ازش تراکتور رو نمیدونم اینا درست میکنن. this is what it's saying. که میگه چی؟ علی بشه به تلین کل کل زنی بتا مشیخ بخنه فی مشکل تفتی شون رمبان که یرخی میتیخیز رایت
سو میفرماید پس بنابراین طبق اون عقیده سو اگه اومدن ماشیخ یعنی جنگی وجود نداره، خون ریزی وجود نداره، why do I need چم واسه چی ستش شهر میگوست واسه چی لازم داری؟ متوجه هستی؟ سو اینجا چند تا جواب هست. I hope you are following. This is این میدونی خیلی چیز خیلی فاندامنتاله. دو تا سناریوی مختلفه که بود این اومده که میگیم ما مشیخ منتظر مشیخ هستیم. What is going to مشیخ do؟ آیا مشیخ که بیاد هنوز قتل و جنگ و اینا وجود داره ولی فقط اسرائیل هستن که دیگه آزاد خواهند بود حقیقتا و هیچ تهدیدی نخواهند داشت کشور اسرائیل، ملت اسرائیل؟ یا طبق اون رایت حالا طبق این پشار we could understand که چرا اون وقت هم که مشیخ بیاد سه تا شهر مشیخ اضافه خواهد کرد، چون هنوز قتل اینا خواهد بود ولی جنگ با اسرائیل نخواهد بود تو سطح به اصطلاح بین المللی. اسرائیل دیگه شیمون مالکوت نخواهد داشت. ولی طبق اون عقیده‌ای که میگه نه، مثل عقیده اول میگه نه، وقتی مشیخ بیاد دیگه اصلا جنگ و خونریزی نیست، طبق اون فلسفه اصلا دیگه یتراره گرفته میشه، یادم یتراره اصلا غریزه بعد وجود نداره. اون رمبام گفته؟ نه، رمبام دو مرتبه واسه چند ببینید رمبام میگه مشیخ بیاد یتراره وجود داره، جنگ وجود داره، خونریزی وجود داره، موشک وجود، همین هست، فقط اسرائیل آسایش خواهند داشت. اسرائیل کس کشور اسرائیل کسی تهدید نخواهد کرد. همه چی دیگه همین چی که میبینی is what you get. This is according to Rambam. و طبق اون پشار این که تورا میگه سه تا شهر مغلط هم مشیخ باید چیز بکنه کاملا قابل هضمه. Yes. ولی طبق اون عقیده ای که رمبام اسمون پسکی نمی کنه که میگه نه، تمام این نبوت هایی که ناویه ما دیدن برای مشیخه، یعنی وقتی مشیخ بیاد دیگه جنگ نخواهد بود و آلات نمیدونم سلاح‌ها ساز و برگ جنگی تبدیل به چیزی که شورای خواهد شد، اون وقت سوال مطرح میشه اگه اونجا و یه ترارا نخواهد بود طبق اون عقیده، اگه یه ترارا نیست دیگه قتلی وجود نداره، چرا ما باید سه تا ایرمیغلات دیگه اضافه بکنیم؟ حالا اینجا چند تا جواب هست که با هم دیگه مرور میکنیم. یکی مسکل داوید و ختم سفر که میفهمید که لنیتسترخ لئر مغلات لگرین شید وصفو عن اسرائیل. دو مرتبه همه اینا طبق اون سناریویی که وقتی که مشیخ بیاد یه یتراره گرفته میشه از ما و دیدن صلح و صفای حقیقی و دیگه جنگ نخواهد بود، طبق اون چرا باید ایر مغلات اضافه بکنیم؟ نه واسه اسرائیل، یعنی اسرائیل یتراره نخواهد داشت، دیگه اسرائیل نمیکشه، قتل وجود نداره. و این چیزی که هست وقتی که مشیخ بیاد then you're gonna have a lot of non-Jews you're gonna convert که میان اسرائیل میشن گریم شید وصفو علی اسرائیل شهم لو یگیو لمدرگاه هی، میگه اینها به اون درجه نخواهند بود که یتراره ندارن، اینا یتراره خواهند داشت. گریم convert اینایی که اضافه میخوان تصمیم میگیرن که they wanna jump on the wagon. میگه این سو میفرماید که چی right. چون یه دفعه میگه که بیله همه بتوانه اتسخ، یعنی یه دفعه میگه وقتی مشیخ بیاد بیله همه بتوانه اتسخ، یه اصلا مرد تو دنیا نیست. یه جا میگه که چی هنر بن میاشنا یمود، میگه نه، میگه در اون دوران مرگ خواهد بود ولی مثلا کسی که 100 ساله بمیره میگن جوان مرگ شد، 100 ساله بمیره میگن جوان مرگ شد. سو و میفرماین که اینجا جدن it's two different criteria، یعنی وقتی طبق این عقیده برای اسرائیل طبق عقیده ای که وقتی مشیخ بیاد دیگه جنگ اصلا تو دنیا نیست، دیگه یه تراره نیست واسه اسرائیل هست، میگه ولی گرها غیریست کسایی که میان اسرائیل میشن اینها they are gonna have اینا باید پروسس بشن، اینها یه ترور خواهند داشت، قطع هم خواهند داشت. و آره مغلط میگه این سه تا شهر جدید واسه اوناست نه برای اسرائیل. That's one یک جواب اینه right. از اون طرف یک جواب دیگه که میدن شلوح قدوش و هم ختم سفر میفهمین
כי בבוא השלמות הזה בוודאי לא יגרה שום רע. که جدن وقتی که ماشیخ تبقیه این چیز بیاد که جدن دیگه این یه چرا از بین میره دیگه اصلا بدی تو دنیا وجود نداره که کلا رعی خلم این هولام بدی از دنیا کاملا این رمخال یک کتاب داره اسم دهتونوت خیلی کتاب جالبی به انگلیسی هم ترجمه شده Knowing Heart و اونجا خیلی به تفصیل از دیگاه قبلا صحبت میکنی که رع میگه بدی تو دنیا هدف داره تو اون کتاب رمخال طبق قبله توضیح میده که میگه ببین مشاربن علاوه شلوم اگر داتان و عبیرام انقدر نمیدونم اذیتش نمیکردن مشاربن رو نمیشد میگه رع بدی تو دنیا تخلیق داره هدف داره رعید مسئله که رمخال میزنه رمخال رو گفتیم قبل رمخال ساعت ساز بود گفت ببین همونطوری که ساعتهای قدیمی یادتونه کوکش میکردیم بعدن چی بود یه فنر داشت توش و این کوکش که میکردیم عقربا رو میبرد جلو ولی از که عقربا تند نره چی داشت یه مکانیزم داشت که ترمز میکرد نگرش میداشت که عقربه نچرخه مثل دیوونه یعنی دوتایش لازمه اگه فقط فنره فقط چیزش که فقط کوکش میکردی بدون این ترمزه ساعت کار نمیکرد بس که ساعت کار بکنه you need both همینطور هم رمخال میفرماید که بدی ها عقل دشبار خواه کرید کرده یوتر اور او وره خوشخ دوتایش هشم کرید کرده و رع یعنی بدی ها عقل دشبار خواه کرید کرده برای رسوم خوبه اگر این چیزه متضاد نبود ما به تکامل نمیرسیدیم we need to face challenges Right. بعد از اون وقتی دنیا به تکامل برسه اون وقت دیگه این بدیه هیچ چیزی نداره پرپسی نداره اون وقت عقل دشوار و خوب رع بدیه از دنیا میبره ولی تا اون وقت میشود appreciate all the challenges that we have we all should appreciate یادتون باشه از ژاپنیا بهتون گفتم یاد گرفتن چجوری این ماهی ها اگه کوسه تو استخره نباشه ماهی خوبی نمیشه تو رادیو هم راجبه صحبت کردیم right جدن این ماهیه که باید از گیر کوسه فرار کنه گوشش خیلی لذیذتر میشه ما هم all the challenges that we face گوشتمون لذیذتر میشه دیگه right سو اینجا طبق اون عقیده وقتی ما شیخ به بوهش لبوت از به ودعی لغرش اون رق که کلا رعی خلم این هاولم everything it's gonna be good چی بود شعر عبری بود که فارسی هم ترجمهش کردن او تیره او تیره کما توییه ها بشانه هبا چی بود بشانه هبا این فارسی هم اینم عارف هم خونده بودش بسید سو آره that's it's gonna be all good sounds like California right everything is gonna be loving etc so بنابراین اگه اینجوریه اگه طبق اون سیناریو این برای چین این سه تا شهر پناهگاهی وقتی مشیخ طبق اون ورژن بیاد برای چی لازمش داریم توضیح میدن راید میفهمیدن که نوشته و یرد میام ادیام یعنی ملخ مشیخ یمشل میصوف اولم و صوفا یعنی مشیخ تمام دنیا رو رول خواهد همه قبولش میکنن بلکه نیرش کل اصلاحات رو بلوت راید میفهمین اینجا چیزی که هست راید اینجا دو تا مرحله مختلف خواهد بود یعنی میگن این یه چیز تدریجیه yes یعنی وقتی ما شیخ میاد حتی در اون ورژن هم یک دفعه it's not gonna be a sudden change راید یک چیز تدریجیه تا کم کم یعنی ما شیخ میاد و بعد به تدریج دیگه بدی ها از دنیا میره اینا شلو عقادوش میگه شلاغ دوش و ختم سفر هم این عقیده رو میاره هم شلاغ دوش میاره و هم ختم سفر که میگن که چی دی بتخیله تبارشه نشته و یه شفت باره ما باته هم یعنی بتخیله یعنی اینجا مراحل مختلف و یه شلو مرد بتخیله دیشی بات اسرائیل بارت ادین های عویر هارت سویده تباتیم صفوق به تومام تو اوت یعنی اینجا دن الان اینجوریه یعنی طبق این رویه است که الان یعنی ما یعنی طبق الان که ما رفتیم تو ارت اسرائیل ولی هنوز توما تو ارت اسرائیل هست right که چی خواهد شد یعنی به تخیلت یشیوت اسرائیل با آرت ادین
چیه هایا اویر هارتس و دیرت عبادیم صفوق به تومعه می توعوت گوییم، یعنی هنوز چیزای مکروهی که گویی ما تو اسرائیل گذاشتن هنوز وجود خواهد داشت. اینم سناریویی که ما الان داریم، یعنی الان ما اومدیم تو ارث اسرائیل با روح هشم دیزرلاس قدوشا، ولی هنوز تومعه هم اونجا زیاده. این چیزی چیزی گفته بود که همه جامتنیم هراو پسر رابادی ها راوی ساک یوسف گفته بود که وقتی مشیخ بیاد یا این چیز بکنیم و چیکار میکنیم، میگیم هر کس که میخواد تو ارث اسرائیل زندگی بکنه باید لازم نیست اسرائیل بشه، باید شبه میتسوت قبول بکنه، باید شبه میتسوت به نوخ قبول بکنه، اگر نه گفته بود بیگونه ship them out to Saudi Arabia. او دیگه همه ریشه قیختر روش چیزش کردن، ولی he's right. جدا وقتی که چیز بشه تو ارث اسرائیل نمیتونه تو ما باشه، تو ارث یعنی تمام این چرچا رو بعد از بین ببرن، for sure چرچا رو از بین ببرن، مسلمونا if they abide in what they do، اگه چیز بشه اگه اونا شبه میتونن قبول بکنن میتونن بمونن در غیر این صورت they don't belong in ارث اسرائیل. اگه در سیزی ها شیش تا قانون رو رعایت کنن باید بزن چرتشون خراب کنن. چرک خودش اصلا منبع عبودالزاره است، یعنی اگه توحید آقا نه تسلیس، اگه مسیحیات یکی مسیحی نیستن، یعنی اگه مسیحیات بیان شبه میتونه این آخوه قبول بکنن دیگه مسیحی نیستن. اسلام من نمیدونم، اسلام I don't know you know که اگه شبه میتونه من با شریعت اسلام کاملا واقف نیستم که بدونم آیه جدن اسلام خداشون خدای ماست. شبات صحبت میکردیم، میگه رمبام بهشون میگه که به ویسیاده یمن میگه برن اسلام بیارن ظاهرن، چون میگه که اسلام خداشون خدا. البته همه با رمبام موافق نیستن، ولی رمبام میگه که اسلام خدا پرستی. تو شلحفادوش این مرحله به مرحله یه سراره اسرائیل هم از بین میره چجوریه؟ نه میگه اسرائیل ها چیز این بود الان یه سراره مرحله به مرحله از بین میره. تو بخشی نبایده باره مشرف بین یوسف همون نه چیز دیفرنشیت نمی کنه. I don't know منظور اینا، ولی میگه که خلاصه به تدریج خواهد بود این که فاین. حالا عریزل میفرماید و بیسیکلی من فکر کنم ما همه طبق عریزل و مشخخما میریم. This is the third opinion. دو مرتبه ما we have a question right. طبق اون طبق رمبام عقیده که رمبام میره اینه این رمبام علی it doesn't stay. این دوتا عقیده تو گمارا اومده، این دوتا عقیده متفاوت و متغایر که what's going to happen when Mashiach comes از گماراست. رمبام طبق اولیه پسکین میکنه، رمبام میگه که not big deal، میگه ماشیخ بیاد اولام که منهاگون نوهگ، دنیا همین طریقی میبینی وجود داره، فقط اسرائیل ها شیبود ملخوت ندارن، اسرائیل استقلال حقیقی خواهد داشت. That's first opinion. Second opinion right، من دارم دوباره ریکپ میکنم. سگانم رو میگه نه، میگه وقتی مشیخ بیاد دنیا اصلا تحول واقعیه، دیگه یتراره وجود نداره، این اونا اصلا جنگی نخواهد بود اتسترا. طبق اون پشات why do I need، تورا داره به فروش میگه که وقتی مشیخ بیاد you are gonna need three new additional array مقلات. How does it fit طبق second opinion. Now we come to third truths. یکی داشتیم ما اول چی رو گفتیم، اول یک عقیده مسکیل چی بود، اولین چیزی که داشتیم مسکیل داوید بود و ختم سفر، بعدش دومی عقیده دومی که ختم سفر شلاغادوش بگه، الان میریم مشخخما و عریزل که اینا basically say the same thing and I think اکثریت علام تورا طبق این عقیده میرن right. So خوب let's stay focused. همجور گفتیم این هم مشخخما میگه و هم عریزل right. که میگن چی؟ میگن ببین تو خود تورا اومده که right. تو ناوی راجب اومدن ما شخ چی گفته؟ یعنی هشم به ایتا اخیشن، این کلمات ناویه، هشم الود میکنه به اومدن ما شیخ، میگه یعنی هشم من خداوند شما پرامیس میکنم به ایتا
اخی شنا. این دوتا کلمه با هم دیگه متغایره. بیتا یعنی به موقعش. به موقعش. به موقعش کیه ما نمیدونیم. کیه ما نمیدونیم. اخی شنا درست عکسش، یعنی نه زودتر. اخی شنا از خیش میاد. خیش ببری میشه چی؟ با عجله، با شتاب. عرض کردم تو اسرائیل هم الان برین و میخواین چیز بکنین، میخواین اونجا هم لوتو ده چه دارن، لاتوری دارن، مثل قرعه کشی، بخت آزمایی، همونجا نگاه بکنین کیوسکا نوشته که چی؟ خیش گاد. روش نوشته خیش گاد یعنی چی؟ یعنی مزال اکسپرس. خیش میشه اکسپرس، یعنی همین الان تو بری تو خریدی ببین شاید الان چیزی برده باشی. اینجا کلمه خیش، خیش به عبری میشه اکسپرس، فست. پس هشم داره چی میگه؟ انیشم بیتا اخیشم کدومش درسته؟ آیا اکسپرس میکنی یا به موقعش میکنی؟ متوجه از این دوتا کلمه با هم دیگه تغایر داره. سونه شخوخوا میفرماید ببین یس تورا هشم داره بهت میگه there are two scenarios for coming of مشیخ. یکی گولای بیتاس، یکی گولای اخیشم است. یکی گئوله هست بیتا شزیم لو زخو، اگه زخود نداشته باشیم تو شوبه نکردیم. فرق نداره اسرائیل همینجور که میبینین همینی که هستیم، اگه تو شوبه نکنیم در هر صورت مشیخ میاد. حتی اگه ما تو شوبه هم نکنیم دیر یا زود مشیخ خواهد اومد. حالا اگر تو شوبه نکنیم این اومدن مشیخ بیتا خواهد بود، به موقعش خواهد بود. دیگر شنو فانه گولا حقت به ایتا شزه املای لزخو، که اگه ما زخود نداشته باشیم تو شما نکنیم. اون وقت چی میگه؟ اگه زخود نداشته باشیم و we are up for گولای به ایتا، به ایتا، اون وقت تو زخریا میگه ویت روح خطوما اعویر و خیل ایت قیم مشکوب دیشایی و گار زیدیم کوس و خیل ایت قیم ولوی شما اوت شر میل علوی نیرتخ بشو گم که right. یعنی ببینین اون گئولایی که بستگی به تو شوایی نداره، ما نداره، اون جدن تمام نبوتهای ناویا اجرا خواهد شد. اون وقت دیگه یه تراره گرفته میشه right. همه چیز یه تراره دیگه نخواهد بود تو دنیا، ولی این طول خواهد کشید، این به ایتاه طول خواهد کشید. چون این دنیا میدونین واسه همین هم میگن فاشه میگن که دنیا رو عقلش واسه یک چیز، یک کدور مثل یک توپ کره آفریده، یک کره که همیشه در حال چرخشه. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا کره زمین مرتب در حال چرخشه؟ یه چرخ داره به طرف مقصد میره، ماشین، گاری، whatever، یه چرخ داره همش میدونین داره موو میکنه towards a destination. این دنیا هم داره مرتب میچرخه به طرف یک هدف، به اونجا خواهد رسید خواهی نخواهی. اون سناریوه وقتی اگه به ایتا باشه که هنوز نیومد و هنوز منتظریم، اون وقت چه کامل خواهد بود. الان یه چند هزار سال طول کشیده، بالاخره به ایتاه اون it's the full prophecy که جدیدن یه تراره از بین خواهد رفت و دیگه نمیدونم جنگ نخواهد بود، همه این هست. ولی یک گئولای دیگه هست که اخیشناس. اخیشنا و هو کشیر یزکو و یه دورش کلو زکای. اگه اسرائیل همه شون تشوبه بکنن، دیگه مالا چی میگه؟ میگه اگه اسرائیل دوتا شباتا اسرائیل همه دنیا، همه اسرائیل شباتا درست نگه بدارن مشیخ میاد. این گئولای چیه؟ اخیشناس، یعنی ما داریم مشیخ رو میاریم. اون یکی خواهی نخواهی خواهد اومد، به کار ما بستگی نداره. اون گئولای چیه؟ بیتا. ولی اخیشنا یعنی I make it come faster. چجوری؟ بین اسرائیل مثلا سینت خینام نباشه دو تا شبات تا همه اسرائیل نگه دارن و از یه اولام که منهاگون نوهگ را این اخیشناه. میدونین این چجوری اون وقت چیه؟ اون وقت it's gonna be a slow process، یعنی ما داریم تسریع میکنیم اومدن مشیخا، ولی it's gonna take time تا به تکامل برسه.
رد و کشر یزکو و یه دور شکلو زکای و از یه اولام که بناگون و هگ و این بین اولام از علم و تماشیخ الا شبود ملخودت و لخن امر پو و این گرخیل و زو آفن هخیشن دیگه یعنی اگر به حالت بیتا باشه دیگه ارمیغلت لازم نداری متوجه است یعنی به ایتائه اگه به موقعش ماشیخ بیاد که به رفتار ما بستگی نداره اون وقت دیگه ارمیغلت لازم نداره یه سرار هم وجود نداره ولی اگر گولایه اخیشناس که قدوش برخو زودتر میاره ماشیخ ها این زودتر اومدن ماشیخ has a price tag چون کامل نیست وقتی زود ما probably ما الان توی این اخیشناس هستیم ببینو الان این اتفاقات میدونین از بعد از هولوکاست به این طرف رشید میخواد گولاتن رد ما داریم اینقدر یستوری میکه کشیدیم و اینا و باروخ هشم ارتیسیال الان داریم و etcetera etcetera we are in this process of اخیشن بنابراین تو این حالت و یا سفتال خواهد چون رو شارید yes تو این گولای اخیشن هنوز یه ترارا گرفته نشد تو وقتی به تکامل نرسه بنابراین قطع خواهد بود و بنابراین ارمیغلات هم لازم خواهیم داشت و همینطورم عریزل میفرماید که دکلز الا عریزل از دیدگاه قباله توضیح میده عریزل میفرماید که دکل زرعوش الهول کلام خیابیم میتا عریزل میفرماید که وقتی آدمانشون خطا کرد و چی شد مرگ به دنیا آورد از اون وقت به بعد هیچ انسانی یعنی هر کسی هر انسانی یه خورده از این زهر که این مار ریخت تو خوا اینه چیزای قبالایی اینه پشات نیست باید. تو وجود هر اسرائیلی هست و این مداوا نمیشه مگر با مرگ و همینطور هم میدونید وقتی که قین اومد خطای قین و هبل هم همینه سو میفهمین که ده کل زرعوش الهبل کلام خیبه میتا هر کسی که از هبل متولد شده باید قین که اینا چی؟ اینا باید چی؟ باید میتا باید اکسپریانس بکنه مرگ این تیه این تیه حالا عریزل میگه این تیه هگولا شل اخیشنا قدم اینا همشون گیلگول شدن قین گیلگول میشه هبل گیلگول شده حالا اگر این تیه گولا اخیشنا قدم شوشتم تیقون هبل از ودعی یه طریق لاره میغلط تیقون نیز کرد بنابراین اونم یعنی مثل شخخمه میگه میگه ببین اگر گولا اخیشناس که عقدش بخو پریماتورلی میاره اون وقت تیغونه باید تکمیل بشه و تیغونه چجوری تکمیل میشه با چی که باید آره هنوز یه ترارا وجود داره قطعا وجود داره و ارمیغلات لازم داریم اولیم لوتی ها گولا اد به ایتا آسولات سریخا و رایت و ولی اگر به ایتا باشه یعنی انقدر دیر بیاد که اصلا به تشوره ما هیچ اخیشنا نیست اون وقت هیچ شدن علتی برای ارمیغلات نخواهد بود so bottom line is که بینیم ما الان اکثر میگن ما الان جدن گولایی که ما داریم الان هنوز 216 سال مونده تا دوران علام آبا علام آبا سال 6000 علام آبا زودتر از سال 6000 نه یعنی تخیط همتین این که resurrection of the dead etc. این همهش سال 6000 واسه همینم تو دنیا تو گمارا میفهمید میگه همونطور که عقدش بخوا این دنیا را تو 6 روز آفرید و روز هفتم شباته عقدش بخوا هر هزار سال یک روز هشمه هر هزار سال یک روز هشمه پس ما الان جمعه بعد از ظهر دنیا هستیم right 5000 گذشته 5000 این پنجشنبه هم گذشته تو ما 776 سال هم از روز جمعه دنیا رفتیم جمعه بعد از ظهر دیگه داره شبات میشه کم کم right. چیزی که اساس همین هم میگه در این به ایتا اخیشن هم فرشیم توضیح میدن که جدن یعنی قبل که ما شیخ بیاد اخیشن رو گفتیم میشه express fast everything is happening so fast پروسس هایی که معمولا میدونین چیزایی حتی سیاسی اجتماعی میدونین صدها سال طول کشید تا کمونیسم میدونین به قدرت رسید
ولی کمونیسم یک شبه از دنیا رفت. Right. الان همه چی everything is happening so fast. الان ISIS میخواد تمام اروپا رو بگیره، داره میگیره. خیلی fast. کاری که محمد نتونست بکنه. You never know. You see things are happening so fast. و هر چیزی. تکنولوژی رو نگاه کنین چجوری تمام ببینین چیزا اصلا همه تمام تکنولوژی مثلا در ظرف 2-3 سال تمامش اصلا تجدید میشه، همشو بندازش دور، این کامپیوترها اینا همشو بندازن دیگه، همش آشغال اینا دیگه، تمام شده رفت. نو یا تودلی اینا همش از پارت اف دیز انی هاشم بیتا اخیشن هاشم میگه که قبل که مشیخ بیاد I'm gonna make things happen very fast. همه چی خیلی fast. It's going, you know, fast forward. یه دفعه در ظرف 8 سال ما داشتیم اینو سال 1940. یعنی اصلا یه مخش ما هیتلر داشت موفق میشد که دنیا رو از خاص و خیلی از اسرائیل پاک بکنه. 8 سال بعد داشت یه دفعه ما کشور داریم. اصلا this is, اصلا doesn't make any sense. هیچ بین از شما نگاه بکنین این اصلا از هر دریچه بهش نگاه بکنید it's a miracle. چجوری یک قومی که داشت دور از همه از بین میرفت چلاق یک چیز ما یک سوم از جمع از دست دادیم تاریخ یه دفعه اول اف سادن آمریکا و روسیه و همشون رأی میدن که کشور اسرائیل تشکیل بشه is it anything but انی هاشم به ایتاخشنا حالا دوشو داره چیکار میکنه؟ داره تسریع میکنه همه چی everything is happening very fast very fast. چجوری در ظرف 60-70 سال اکثر اسرائیلی دنیا تو اسرائیل زندگی میکنن؟ Who could have dreamt of this؟ اصلا این ما همچه عادت کردیم اصلا ما الان طبیعیه الان سفر هواپیما میشیم بریم اسرائیل باروخ هاشم کشور beautiful ساخته شده it's a miracle. چجوری how did it happen؟ How did it happen که یه دفعه right. هیچ وقت من مطمئنم هیچ از خوابش رو نمیدید هرتزل اصلا خوابش رو میدید که یه جوری همه اسرائیل جمع بشن impossible nobody حتی گان even a problem no. گان که بنج همیشه عرض میکنم زاینیزم هرتزل شروع نکرد زاینیزم گان شروع کرد right. گفت که مثل سوکان تأثیر بلیم ناسوی گان بود که چیز کرد من خانمم جدش و اینا از چیزای گاهان بودن که بودن ارز اسرائیل 6 دوره قبل مدن یروشلایم چون گاهان گفت باید همون جوری که واسه سوکا میگه تعصب رو به ناسوی میزبار 76 تهیلیم ارز اسرائیل باید بسازیم نه که منتظر بشیم ساخته نمیدن ماشیخ واسمون بیاره We have to go and build it Did anybody believe in this که جدن تو این such a short time right چند سال تو ارز اسرائیل قبل از شاید 500,000 اسرائیل بودن قبل از وقت استقلال فکر کنم کمتر ها کمتر right. الان نگاه بکنین الان اکثریت اسرائیلی دنیا تو اسرائیل هستن دیدید به جز اینکه میگیم قبسی داخل و خداوند چقدر هزاران سال تفیلان تقرب شفار گدول به سای نسل خروتین و به قبسین ما رو جمع بکن بنی یروشلایم آن سو این هم همش این چیز این گولای انی هاشم به ایتا اخیشن یعنی وقتش برسه عقب دوش برخون چکار میکنه اکسپدایت میکنه طبق این سناریو یس واسه ایرمیقلات هم آره حالا اگه مثلا مشیخ بیاد وی آر گونه نید ایرمیقلات ما چون این گولای به ایتا نیست گولای اخیشن هست چون اخیشن هست یو آر گونه هاو آر ایرمیقلات رایت ایتس گونه بی ولی این چیزی که اینو باروخ هاشم ما زخود داریم که جدن ببینیم که چطور این چیزایی که نبوتایی که هزاران سال صحبتش میشده جلو چشم ولی ببینین میگن این تو گمارا میگه این بلهنس مکیر بنیسو تو گمارا میفهمیدین کسی که ببینین خودش بلهنس صاحب معجزه است یعنی کسی که تو یک معجزه خودش این وافده خودش تمیز نمیده که داره معجزه میبینه این بعل هنس مکیر به نیسو این بعل هنس میدونی وقتی من 75 تو بالتیمور بودم بعد ما اولین گروه از شیراز آوردیم توی شیوا بعدن رابل هنس و وقت شیراز بودن رابل هنس تلمیدش رو میفرستادن بعدن بچه ها میبادن گفتن رابل هنس اومده تو چیز تو
تو شیراز چه انقلابی کرد و اینا کرده. بعد اینکه از روشیشو هم گفت این بلهنس مکیر به نیسو گفت را بلهنس خودش دزن ریالایز چه میگیره کلی کردم اونجا right. ولی this is it. این یک واقعیته که کسی که میدینه و این همه ما هستی جدن این بلهنس مکیر به نیسو we don't realize و جدن اینو این اصلا این تمام این جریان کی میتونه روز امونا نداشته باشه نگاه که it's a miracle. اینه مثل که همه گفتیم جنگ شش روزه را اینو. کسی از آدم عاقل منطقی که باور نداشته باشه که تمام جنگ شش روزه it was an open miracle ما کردیم سهل کرد تو 6 ساعت اینو ببینید این بل هنس مکیر بنیسو چجوری در ظرف ببینید چند سال کوتاه شما نگاه کنید دید تاریخ هزاران سال گالوتا که یه دفعه الان اکثریت قوم یهود تو کشور خودشون تو ارض اسرائیل هستن با اینقدر تورا اینقدر قدوشا اینا this is a miracle. این بل هنس مکیر بنیسو آدمی که خودش وسط یه میراکله هی دزن اینا آدم این عادت دیگه آدم عادت میکنه مثل میدینی یه تو سایکالوجی میگم یه قورباغه چنین چیز قورباغه را right. میگن خواستن یه گویمای یه قضایی دارن که بخواد با قورباغه درست میکنن ولی به قورباغه باید زنده بندازنش تو دیگ تا میانداختن قورباغه میپریده بیرون چیکار میکنم یه این کار دیگه میکنیم میگم آب سرد میذاریم رو آتش و قورباغه هم بذار از همون اول کار تو آب باشه دیگه نمیپره بیرون عادت میکنی کم کم اگه تو آب جوش بندازیش میپره بیرون ولی که بذاریش تو دیگه آتش روشن بکنی کم کم مثلا خودش دیگه همینجوری دیگه اصلا واقف نیست که داره میپزه اینجا هم همینه we get numb to it. ما عادت کردیم آره دیگه آره اینجوری شد هولوکاست بود و یه مخشم هیتلر میخواستم از بین ببرو so this is این بعل هنس ولی اسوره آدم اسوره که به نیسیم آدم اسوره که به معجزات عادت بکنه باید گیم النیسه خواهش به خل یوم ایمان چند سال تفیلا جمع بله؟ شده چند سال تفیلا جمع آوری شده که ما تفیلا میخونیم چند سال چی؟ تفیلا جمع آوری شده به صورت مکتوبی که ما داریم میخونیم اینا تفیلا که ما داریم تا بوده دقیقا 2000 سال انشه کرسه دگدوله انشه کرسه دگدوله مردخای یهودی و اینا جزش بودن اینا جنگی 6 روزه رو هیچ دانشگاهی جنگی دنیا یاد نمیدن چون که ازش نمیتونن چیزی یاد بگیرن اعلام کردن خودشون خیلی نمیدن یوم کیپور شش دارن اینا فکر کنم هیچ جوری نمیتونن توجیه بکنن یوم کیپور هم میگوزه امریکا نه اونم نمیتونه یوم کیپور بعد خیلی هم یوم کیپور میدونی این جنگ اینو مشدعیان خودشو باخته بود و گریه چیز کرده بود الان دارن چاپ میکنن میگن وقتی که این مخشم وقتی سوریه حمله کردن دیان موشه دیان میره تو شمال میره طرف تبریا اینا شروع می‌کنه گریه کردن میگه به تمیقداش سوم داره از بین میره This is the words of موشه دیان سردار جنگ اسرائیل خیلی میگن جنگ یوم کیپور میراکل بزرگتری بود تا 6 روزه It's all and نیسته خواهش بخواد یا میمانو الان هر روزشم باور کنی ببین الانشم ما چند مهمون اسرائیلی داشتیم ببینید همیشه ما میگیم الان we have to realize ببینید بلی این هارا ارت اسرائیل میدونین باید با خون گرفته بشه به قول اینا ژابوتینسکی گفته بود با خون افتاده وقتی رفتیم گالوت با خونم باید پس بگیره ولی شما نگاه بکنین بلی این هارا این سالهای اخیر از جنگ یوم کیپور به بعد اگه بخوایم مثلا نگاه کنیم تعداد تلفات ها چیز و اینا حالا اینجا این مخش ما والا یه استابینگ اینجاست اونجاست ولی ببینیم با اینقدر عربا که میدونین all over آدم هر جا توی سلوین عربا هستن هر جا برین هر رستورانی برین هر ماشینی سوار بشین هر راننده اتوبوسی نگاه کنین همه شون all over و این مخش ما حماس گفته بود گفتون چی میخواییم چاقو نداری یادتون وقتی شروع شد چاقو نداری تو آشپزخونه هاتون حالا این ورون ور تگید دیوونه میاد چیزی میکنه ولی we have to see پسر خانم نتنلی اینجا بود چند وقت پیش گفت ببین گفت من تو تلسیون زندگی میکنم و هر روز ما داریم اینا با اتوبوس که میریم از بین عربا و فلان ایناست جدن it's a miracle
که بلی این را این یه چند تا اینسیدنت این ورانور داریم right. ولی if we look at the big picture it's ماماش النسخا شبخوی میمانو برخا بکنیم با تا سر پسخ یود الف و هایا علیخ دامیم و تورا میفهماید که چی؟ که میفهماین که اینجا هم در خاتمه این جریان این آرمیغلات که گفتیم سه تاش امروز پیش صحبت ما رو این بود که سه تا وقتی ماشیخ بیاد ماشیخ به ایتا اخیشنا رایت سه تا اضافه بکنن تورا وظیفه داده به ما که باید این آرمیغلات باید موجود باشن و باید همجوری گفتیم راهش هموار باشه گفتیم باید اینا تسریع کرد گفتیم اینا که می‌خواستن برن یروشلایم چیز نمی‌زدن ساین نمی‌زدن ولی راهی که می‌رفتن به آرمیغلات خوب بود خیلی مهیا و هموار باشه تورا می‌فرماید چی آخرین کلمه میگه ببین به لوی شفخ دم ناقی این شهرها رو برپا بکن که اینا نداد کسی بیاد بخواد چیکار بکنه بخواد انتقام بگیره از این قاتل ناحق و خون ناحق توی اسرائیل ریخته بشه میگه که چی رایت به لوی شفخ دم ناقی به غیر ورثه خشش بخواد لخ لخا نخلا و هایا لخا دامیم چون اگر این کار نکردی اگر این شهرهای پرندگی آماده نکردی و اکسسیبیلیش ها چیز نکردی که قشنگ راحت بتونن بریم جون وقت اون گردن توست رایت سو تو میفهمین که چی تن یا مینین تو گمارا میفهمین مینین شملو یا تو بدین لقوت تدراخیم یعنی اگر بدین نمیرفتن که راه ها را جادار هموار بکنن خارا رو بردارن موانع رو بردارن که راه سری باشه رایت از کجا یاد میگیریم که چی که اینجا خونش گردن بدین میفته شکل دامیم شنیش به خوب شام معله علیه مکاتوب کیلو هم شفاخون تلمود و مرد و هایا آلیخا دامیم یعنی اینجا این یک وظیفه بدینه بدین وظیفه داشتن که مکشور بکنن که این شهرهای پناهندگی موجود هست و اکسسیبله که راحت بتونن جاده ها هموار اتسترا بتونن جا برسن البته به ازراتشم تا وقتی که دیگه زخه بشیم به گولای به ایتا اون وقت دیگه نه قتلی هست و نه یه تراری هست و نه یه چی